داستان یگانه فاتح رو کامل بهتون گفتم و در مورد جنگ فتح و اتفاقاتی که افتاد با هم دیگه صحبت کردیم و یه جنبندی کلی روش داشتیم. حالا اینجا تو این ویدیو میریم سراغ اینیس. شما میدونید که اینیس پسر یگانه از طرف دیگه رینیس بود و قبلا یه توضیحات کوتاهی در موردش داده بودم، ولی اینجا میریم کلا ببینیم که بعد از اینکه یگانه کنار رفت از روی حکومت، وقتی که اینیس اومد چی کار کرد و تونست مثل پدرش باشه یا نه و چه اتفاقاتی براش پیش اومد. فقط یه نکته هم اینجا بهتون بگم، به خاطر اینکه میدونیم دیگه شرایط اینترنت بد و ویدیوهایی که تایم بلندی داره رو به سختی میتونی تماشا بکنی، سعی میکنم تو دو تا پارت این موضوع رو جمعش بکنم که راحت ترم بتونید ویدیو رو تماشا بکنید. اینجا میریم قسمت اول رو داشته باشیم و بعدا قسمت دومش رو براتون زودتر توی کانال میذارمش. قبل از اینم که بخواید ویدیو رو شروع کنید، حتما یاد باشه که یه لایک به ویدیو بدی، یا همونطور هم که میدونی من شاهینم، از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. بریم سراغ اینیس و سرنوشتش. اینیس وقتی که به دنیا میادش ضعیف و لاغر و کوچولو موچولو ریزه میزه بود. بعدش هم توی سالهای اول زندگی خودش همیشه درگیر بیماری و ضعف‌های جسمانی شدیدی بودش و رشدش هم خیلی کم بود و درست حسابی رشد هم نمی‌کرد. از زمانی که تایمش میرسه و کویک سیلور رو بهش میدن، اونم شروع میکنه به رشد کردن و این رشد ادامه پیدا میکنه. البته فکر نکنید خیلی رشد عجیب غریبی انجام میده، اینطوری نبود و تو دوران نوجوانیش و اینم زیاد رشد آنچنانی نداشته، ولی وقتی که به سن جوانی میرسه تقریبا هم قد یگانه میشه، ولی لاغرتر و درازتر و بچه های معلم بهش میگفتن دیلاق. اون انقدر بدن ضعیف و لاغری داشته که انگشتای باریک و کشیده ای داشته و از طرف دیگه ای هم چشای کوچیکی هم داشته، ولی خب نکته مثبتی که توی چهرهش دیده میشده این بوده که رنگ چشای اون یاسی رنگ بوده. از طرف دیگه رنگ پریده تر از یگانه بوده و خب یه طورایی هم میشه گفتش که تقریبا به خاطر اون ضعف بدنی بوده که اون داشته. موهای موجی شکلی هم داشته که تا روی شونه هاش هم میمد و از طرف دیگه هم یه ریسیبیل مخملی هم برای خودش میذاشته که خب میتو یه طورایی هم میشه بهش گفتش که اون همون بچه خوشگل شماره دو قصر بوده. از نظر رفتاری اینیس کاراکتری بودش که خوش برخورد بوده، مؤدب بوده و سعی می‌کرده با همه درست برخورد بکنه و چرب زبون بوده و نکته مهمی که درش وجود داره اینه که سعی می‌کرده دیگران رو اذیت نکنه، یعنی کار نکنه که کسی ازش ناراحت بشه و همین شده بود یه نقطه ضعف بزرگ براش، به خاطر اینکه همیشه تلاش می‌کرد کسی رو اذیت نکنه و کسی دستش ناراحت نباشه و خب این باعث میشد که همیشه توی تصمیم‌های نهایی که میخواد بگیره دچار تردید میشد که نکنه فلانی از من بخواد ناراحت بشه و این رفتار من باعث این بشه که مثلا یه عقده ای از من تو دلش بمونه از این صحبت ها. نکته بعدی که درمونش وجود داره اینه که زود رنجم بود و سریع هم هر کی بهش حرف میزد بهش بر میخورد و ناراحت میشد و خیلی علاقه زیادی هم به موسیقی داشت و ترجیح میداد که با خواننده ها و از طرف دیگه کسایی که تو کار موسیقی هستن بیشتر در ارتباط باشه و خودش هم چون صدای خوبی داشت گاهی وقتا هم خودش هم خوانندگی میکرد و دخترهایی هم که تو قصر بودن همه روش کراش داشتن. برعکس پدرش که جنگجو بود و حسابی توی مبارزه و نبرد حرفه‌ای بودش، این اینطوری نبودش. اصلا هیچ علاقه آنچنانی به مبارزه کردن نداشت، یه طوری تو مبارزه کردن خنگ بود و خب همین باعث شده بود که یواش یواش هم از این موضوع زده بشه و زیاد بهش توجه نکنه. برعکسشون همیشه با استاد و سپتونا و اینا میگشت و سعی میکرد که توی کیمیاگری از طرف دیگه نجوم علم خوشنشون بده و دنبال این مسائل بود و که بتونه مثلا ستاره شناسی یاد بگیره، فال یاد بگیره و این چیزهایی که حالا کنار از اون ماجرای اصلی بودن. و نکته بعدی اینه که خیلی علاقه زیادی هم به سوارکاری داشت و توی مسابقات مختلف هم شرکت میکردش، ولی خب بیشترین سواری رو دوست داشته با کویک سیلور داشته باشه. و خب این چیزی که بهشتون گفتم شاید فکر کنید که مثلا خیلی عشق کتاب خوندن این صحبت ها بود، ولی نه، اینطوری هم نه، زیادم پیگیر این که بخواد همش کتاب بخونه نبوده. الان با خودتون میگید این کیه دیگه، 180 درجه با یگانه فرق داره و خب درست هم هستش، کلی با یگانه تفاوت داره. حالا از اینجا به بعد میریم سراغ اتفاقات تاریخی که ببینیم چه اتفاقی برای اینیس افتاده. اینیس توی سال 7 بعد از فتح که به دنیا میادش و
و نکته‌ای که درمش وجود داره اینه که ضعیف و بیمار بود و یه طوری هم داشت میمرد و به خاطر این ضعف بدنی شدیدی که اون داشتش و حالتی که اصلا به اگان نمیخورد، خیلی ها میگفتن که اون اصلا پسر اگان نیست و از طرف دیگه رینیس به خاطر اینکه علاقه زیادی به خواننده ها داشته، احتمالا این یکی همون بچه‌هاییه که برای یکی از اون خواننده ها بوده. اون 3 سالش بود که مادرش توی دورن کشته میشه، اون داستانی که براتون تعریف کردم، اتفاقاتی که میفته. بعد از اون حسابی دیگه متلاشی و درد و داغون میشه، یعنی کلن خودش ضعیف و داغون بود، هی داغون و داغونتر میشه که اصلا از بین داشته میرفته. اونجا جایی که میان بهش کویک سیلور رو میدن و وقتی یه کویک سیلور رو میگیره یواش یواش شروع میکنه به روش کردن و هی حالش بهتر و بهتر میشه و اونجاست که اون شایعه قدیمی که میگفتن کنار میره و برمیگردن میگن که نه، اون همون پسر اژدهاست و پسر خود اگانه. اون 5 سال برادر خودش یعنی میگور بزرگتر بود. خب میدونن که برادر ناتنی هم هستن و خب زیادم با همدیگه رابطه صمیمی نداشتن، به خاطر اینکه اینیس و اگان و رینیس با همدیگه توی کینگز لندینگ زندگی میکردن و از طرف دیگه وسینی و میگور توی درگانستون بودن، به خاطر این زیاد با همدیگه صمیمی نبودن، زیاد همدیگه رو نمیدیدن که بخوام با هم رفیق بشن. نکته بعدی اینجاست که اگان کسیه که از گارد خودش میخواد تا به اینیس مبارزه کردن رو یاد بدن و خب اونم از اونها یه چیزایی یاد گرفت، یعنی اینطوری هم نبوده که مبارزه کردن بلد نباشه، ولی خب اون استعدادی که پدرش داشته رو اون نداشته، زیاد نمیتونست اونطور که باید و شاید تبدیل به یه مبارز خوب بشه. حتی اگان به خاطر اینکه بخواد اونو تشویقش بکنه گاهی وقتا اجازه میداده که بلک فایر اون یعنی شمشیرشو ببره و با شمشیر اگان تمرین میکنه تا انگیزه های بیشتری رو بتونه به دست بیاره. اون کلن به اگان علاقه خیلی زیادی داشته شد، حتی توی مراسم 10 سالگرد صلحی که بین قلمرو اونا از طرف دیگه دورن بودم شرکت میکنه با پدرش. وقتی که اگان 60 ساله میشه اونجا جاییه که اینیس از طرف دیگه زنش یعنی آلیسا میان و حکومت رو دست خودشون میگیرن و یواش یواش روی کارهایی که داره اتفاق میفته نظارت میکنن و کمک اگان میکنن. 37 سال بعد از فوت جاییه که اگان به خاطر سکته قلبی که میکنه میمیره و اونجاست که اینیسی که توی هارگاردن بوده اونجا پرواز میکنه و میاد سمت امپراتوری و توی مراسم پدرش شرکت میکنه و از طرف دیگه هم اونجاست که سپتوم اعظمی که اونجا هم وجود داره و اسمش هم گاون هستش میاد و اونو تاجگذاری میکنه، به عنوان پادشاه بعدی انتخابش میکنه. توی اون مراسم خب میگور هم حضور داشته، اون کسی که میاد اونجا در مورد پدرش کلی حرف میزنه و سخنرانی میکنه و اونجا اینیس میاد و شمشیر پدرش یعنی بلک فایر رو به میگور میده و بهش میگه که تو شایسته تری که از این شمشیر استفاده بکنی، من اینو به عنوان هدیه به تو میدم. و میگور هم به خاطر اینکه از اون تشکر بکنه بهش میگه که ما دوتایی با همدیگه حکومت رو جلو میبریم و غمت هم نباشه، خودم میدونم چیکار کنم. بعد از اون مراسم اینیس میاد میره توی سرزمین پادشاهی و جاییه که دیگه یه مقدار درد و داغون شده بود و به هم ریخته بود و شروع میکنه اونجا رو درست کردن و این پایه‌های ردکیپی که خب الان داریم میبینیم و اونجا استارتشو خورده دیگه تر و تمیز آوردنش بالا. در مورد تاجگذاری اینیس حرفای مختلفی وجود داره. یه سری میگن بعد از اون مراسم تشییع جنازه‌ای که انجام میشه اگان میسوزونن، اون میاد میره توی دراگونستون و با اون تاج والاریون که یه یاقوتی هم روش داره و از طرف دیگه یه هم شمشیر پدرش یعنی بلک فایر، اونجا جاییه که میان اون تاجگذاری میکنن. یه سری ها میگن نه اینطوری نبوده، اون با خانواده خودش پرواز میکنن میرن سمت هایتاور و اونجا جاییه که سپتوم اعظم میاد با یه تاج طلایی رنگی که روش هم نماد اون 7 شخصیتی که مربوط میشه به همون مذهب 7 رو میذاره و اونجا جاییه که میان اونو به عنوان پادشاه بعدی انتخابش میکنن. یه سری دیگه هم میگن نه اون میره توی ردکی و اونجاست که تاجگذاری میکنه و کلن این تاجگذاری رو کرده، حالا کجاش دیگه مهم نیست و به خودشون ربط داره. تا اینجا دیگه حسابی اینیس رو شناختید و میدونید که هم نظر شخصیتی چجور آدمیه، هم اتفاقاتی که بعد از مرگ اگان افتاده برای اون چطوری پیش رفته و اون چطوری تبدیل به پادشاه بعدی شده و میگور باهاش رابطه‌ای داره و خب توی ادامه این داستان یعنی توی قسمت بعدی کامل موضوع رو بازسر میکنیم و در مورد اینیس کامل بهتون میگم و اتفاقاتی که قراره براش پیش بیاد و در مورد بچه‌هاش هم با هم دیگه صحبت میکنیم حتما و اونجا جاییه که شما متوجه میشید که شخصیت واقعی اون چطوری و از طرف دیگه ای هم میگور که گفتود بهش کمک میکنه
اصلا بهش کمک میکنه یا دنبال چیزای دیگه ای میگشته. در مجموع امیدوارم که دیدن این ویدیو هم لذت برده باشی. حتما اگه نظر تئوری داری داخل کامنت برام بنویس و یادتم باشه که یه لایک و ساب و زنگولرم فعالش بکنی، اینطوری میتونه محتوای جدیدم راحت‌تر دسترسی داشته باشی و بیای توی کانال محتوای جدید رو تماشا بکنی. و من یه ویدیویی هم برات آماده کردم که بررسی تریلر جدیدیه که از انتمن بیرون اومده، کامل بهتون گفتم، یعنی تمام اتفاقاتی که افتاده، اینکه چرا اونجا تعداد زیادی از شخصیت انتمن رو داشتید می‌دیدید و هر چیزی که لازمه بدونید و اینجا بهتون گفتم. میتونید کلیک بکنید روی این ویدیو برید تماشاش بکنید و در مجموع یه حرفی هم نمونه. تا ویدیو بعدی، بدرود.